اردوگاه‌های پناهندگان سوری در همسایگی این کشور علی‌رغم کمبود امکانات با هجوم باز هم بیشتر فراریان تازه روبرو شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل وخامت اوضاع در سوریه قادر نیست از عهده کمک‌های بشردوستانه که افراد غیر نظامی در مناطق درگیر در جنگ به آن نیاز دارند برآید. یک فراری از استان ادلیب که خود را به اردوگاهی در ترکیه رسانده می‌گوید: ما به خاطر بمباران و گلوله باران به اینجا آمدیم. آنها با هلیکوپتر و راکت به ما حمله کردند. غیر قابل تحمل بود. کسی نمیتواند آنجا بماند. تمام روستا و خانه های آن خراب شده و ما برای نجات جانمان فرار کردیم. هیچ چیز با خودمان نیاورده ایم جز لباسی که به تن داریم. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه طی مصاحبه گفت: من عروسک خیمه شبازی نیستم و توسط غرب سر کار نیامدم که به غرب یا جای دیگری بروم. من سوری هستم، در سوریه رشد یافتم و باید در اینجا زندگی کنم و در اینجا بمیرم.